سلام بر شما. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 28 حوت 1402 هجری خورشیدی. ابتدا سرخط خبرها. واکنش کابل به حمله پاکستان بر پکتیکا و خوست. امارت اسلامی این حملات را تجاوز آشکار بر حریم افغانستان دانسته است. دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیاری بولی. د افغانستان اسلامی امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري، هیچ چاته پر خپله خاوره د تیری اجازه نه ورکوي. چې دغه کومه بمباري کړې دی، په دې کې زنانې او ماشومان شپږ نفره په شهادت رسیدلي دي. امیدواری دختران برای رفتن به مکتب در سال پیشرو، با آنکه دو روز به آغاز سال آموزشی 1403 مانده، اما هنوز هم بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور خبر نیست. تصمیم گرفته شده و دخترای سرزمین از این آینده مبهم که دارن بیرون شوند. ما وقتن داده چه نمای کن ما چه شرکیگی، غالب ما چه امید مکتبو دروازده وازشی. افزایش کودکان کارگر در پایتخت. این کودکان میگویند که به دلیل چالش‌های اقتصادی ناگزیر هستند که کارهای شاق را انجام دهند. کشور ما خوب باشه، پیشرفته باشه، ما چی میکنیم؟ دیگه درس ما را میخوانیم، دیگه چیز از زندگی دیگه خوب میباشیم. کوم ماشومان چی مستحق و بیوزله و دیگه غول پارا دیم سری میشته تونین لارم راست شویدیم. امضای قرارداد 15 معدن با شرکت‌های خصوصی. و پیروزی پوتین در انتخابات روسیه. وقت شما بخیر، من رازقیار هستم. خبر نخست هم این که در حمله های جنگنده های پاکستانی بر بخش های پکتیکا و خوست 8 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. امارت اسلامی در واکنش به این حمله های پاکستان آن را تجاوز آشکار بر حریم افغانستان دانسته است. وزارت دفاع امارت اسلامی میگوید که نیروهای سرحدی با جنگ افزارهای سنگین به این حمله های پاکستان پاسخ دادند. همزمان با این، وزارت خارجه در واکنش به حمله پاکستان سرپرست سفارت این کشور را فرا خوانده و اعتراضنامه حکومت سرپرست را به او سپرده است. حمله هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان. بامداد روز دوشنبه جنگنده های پاکستانی بر بخش های از ولایت های پکتیکا و خوست حمله های هوایی انجام دادند که در نتیجه آن 8 تن به شمول کودکان و زنان جان باختند. حمله ای که واکنش تند امارت اسلامی را برانگیخت و آن را تجاوز آشکار بر حریم هوایی کشور دانست. افغانستان اسلامی امارت یاد بریدونه په کلک و ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیاری بولی. د افغانستان اسلامی امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري، هیچ چاته پر خپله خاوره د تیری اجازه نه ورکوي. رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور گزارش دادند که در این حمله ها به ولایت خوست و پکتیکا برخی از اعضای تحریک طالبان پاکستانی به شمول عبدالله شاه، یکی از فرماندهان TTP را هدف قرار دادند. اما اندکی بعد این فرمانده نظامی تحریک طالبان پاکستانی با پخش یک نوار دیداری گفت که در این حمله به او هیچ آسیبی نرسیده است. میش په خپل جنوبی وزیرستان شه و در راش اول شه دی میش اول نفعالیتی ندی میش اچی رنه یتلی سر نمیش په دغه علاقه شه وسیجی نور چو څوک تا دا په پرګنده اچا تا ورا سوال یوی دا درویغ دی دا شو دا نوی چه دورشتیا کاته یا نوی که میش خپلون وی ها که زشمنم وی ها نور دارشتیانه. ذبیح الله مجاهد نیز ادعاهای پاکستان مبنی بر کشته شدن فرد به نام عبدالله شاه در این حمله را رد می کند و می افزاید که در این حمله غیر نظامیان جان باختند. وزارت دفاع امارات اسلامی نیز گفته است که در پاسخ به این حمله پاکستان با جنگ افزارهای سنگین پاسخ آن را داده و مرکزهای نظامی پاکستان را آماج قرار داده است. همزمان با این، تحریک طالبان پاکستان در یک بیانیه حمله های هوایی پاکستان بر افغانستان را نکوهش کرده و گفته که در این حمله ها آوارگان وزیرستان هدف قرار گرفتند.
در سوی دیگر منابع به طلوع نیوز میگوید که پس از این حمله ها درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی های تنی خوست، دندپتان پکتیا و برمل پکتیکا نیز رخ داده است و دروازه خرلوچی که در ولسوالی دندپتان پکتیا است نیز بروی رفت آمد مسدود شده است. پاکستان بیرحمه به بمباری کوي او د مون په خاوره تاروس کړی ده. په څو ولایتونو کې نوره بمبار کړی ده، خو د پټون په خو شو کې قیمتې دغو کې خلکو کورونه کډه کړي دي، خلکو په کورونو اوونونه لګېدلي دي، د خلکو سره لوی ظلم روان ده. برمله کې دا بمباري شوې ده د پاکستان له خوا نه، دا د نړیوالو نه موږ دا خواهش ده چې دغه کومه بمباري کړی دی، په دې کې زنانې او ماشومان شپږ نفره په شهادت رسېدلي دي. این در حالی است که پیش از این سخنگوی وزارت داخله به طلوع نیوز آمار داده که در دو سال پسین نزدیک به 50 درگیری مرزی با پاکستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان رخ داده است که بیشتر این درگیری ها با پاکستان بودند. در سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان کار گرفته می شود و گفته خواجه محمد آصف اسلام آباد این مسئله را با کابل در میان گذاشته است، اما امارت اسلامی با رد این سخنان می افزاید که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور کار گرفته نمی شود. پیش از حمله بامداد دوشنبه بر بخش‌های از دو ولایت افغانستان، وزیر دفاع پاکستان در سخنان ادعا کرد که حراس افغانان با کارگیری از خاک افغانستان حمله‌هایشان را بر پاکستان انجام می‌دهند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که این مسئله را با مقام‌های کنونی در کشور در میان گذاشته است. بخش های خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است، از آنجا حراس افغانان به پاکستان می آیند. ما این مسئله را با مقام های حکومت کنونی افغانستان نیز در میان گذاشتیم و می دانیم که حراس افغانان در کدام مناطق پناهگاه دارند. معاون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد که با استفاده از خاک افغانستان امنیت کشور دیگر زیان ببیند. د افغانستان اسلامی امارت هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د چا امنیت خراب کړي. شماره از آگاهان مسائل نظامی و سیاسی به این باورند که مقام های پاکستانی نباید ادعاهایی بیجا کنند و مشکلات را از راه گفتگو حل بسازند. ده خبرې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په مناسبات باندې منفی اغیز کوي. کدا دا کوم ثبوتونه لري چې هغه د افغاني اسلامي امارت چارواکو ته وسپاري مستند او نور د خپل سرحدات په خپله وساتي، خپل مشکلات په خپله حل کړي. این در حال است که پیش از این هم نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده است که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند، اما امارت اسلامی بارها این ادعاهای مقامهای پاکستانی را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب میزبان نشست درباره کودکان و درگیری های مسلحانه در افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که این نشست داخلی به هدف گفتگو درباره گزارش 3 ماهه پسین روزا اوتنبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه بار دیگر به مسئله افغانستان می‌پردازد. این شورا گفته است که به هدف بررسی پیشنهادات نماینده ویژه دبیر کل در گزارش 3 ماهه از اوضاع افغانستان، نشستی را درباره اوضاع کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان برگزار می‌کند. نشست‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و در مورد بخش‌های مختلف مانند حقوق بشر، کودکان، جنگای مسلحانه و همچنان مشارکت حکومت، مساعدت‌های جهان، جلب مساعدت‌های جهان و تعلیم خانم ها و کار و اشتغال دختران، این به مسابقه عزیز که توجه جهان طرف افغانستان معطوف شده. این پنجمین بار است که مسئله افغانستان بر میز سازمان ملل متحد قرار می گیرد. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه، نشست شورای امنیت به تاریخ 29 فوریه، ارائه گزارش 3 ماه دبیر کل از اوضاع افغانستان در شورای امنیت به تاریخ 6 مارس، نشست شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما به تاریخ 15 مارس از نشست هایی بودند که درباره افغانستان برگزار شد که تا اینجا به باور آگاهان سیاسی نتیجه محسوسی در پی نداشته است.
جایگاه زنان و دختران، مسئله تحصیل، کار و همچنان مشارکت سیاسی و تشکیل یک دولت فراگیر ملی در افغانستان و تمام مسائلی را که واقعا به نفع مردم افغانستان است، از ضروریات مردم افغانستان، از کمک‌های بشری برای مردم افغانستان در این نشست‌ها تذکر داده میشه. امارات اسلامی پذیرش تعامل مشروط و خواستای ارزشی شورای امنیت مداخله در امور داخلی خودش تعریف میکنه که در حقیقت سبب شده این نشست ها نتایج قابل لمس در پی نداشته باشه و غیر مؤثر ارزیابی شود. پیش از این نیز امارت اسلامی علت به نتیجه بودن نشست های سازمان ملل درباره افغانستان را عدم حضور نمایندهش در این نشست ها عنوان کرده بود. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از توزیع مواد خوراکی و پول نقد به 150 گدا در کابل خبر داده. به گفته مسئولان در این معینیت با این کمک ها به گداهای مستحق داده شدند. در این حال برخی از دریافت کنندگان این کمک ها را بسنده نمی دانند و بر کمک های بیشتر تأکید می ورزند. مسئولان در معینیت مبارزه به مواد مخدر وزارت داخله در سیومین دور توزیع کمک ها به گداهای جمع‌آوری شده در کابل امروز به 150 تن کمک های خوراکی به شمول آرد، برنج، روغن، دال، بوره و پول نقد توزیع کرد. به گفته مسئولان معینیت مبارزه به مواد مخدر، بر بنیاد حکم رهبر امارت اسلامی در ماه رمضان به 13,000 گدا کمک توزیع خواهد شد. پچلوردیش ولایتو کی د دې دفاره خاص پیسې د اسلامي بودیجې سره د اسلامي نظام د بودیجې سره جلا کړي دي. دا خو د کابل د مرکز دپاره دا د دې دپاره په ټول ولایتو کې په خپله اندازه د ګداګور پیسې جلا سوي دي. نو بعضې وخت نغدې پیسې ورکول کېږي، بعضې وخت به مواد ورته دغه کېږي. د 1500 کورنیو سره مرسته شوې او 200 هم په سره میاشت کې چې هغه هم د دې له جملې څخه وو. مجموع کې 200 کورنیو سره مرسته شوې او انشاءالله امید دی چې په راتلونکي کې به هم دغه مرسته جریان ولري. از سوی هم نوریه که 28 سال عمر دارد میگوید که به دلیل چالش های اقتصادی فرزندانش از بهر دریافت لقمنان ناگزیر شده بود تا دست به تک دیگری بزند. او که امروز برای دریافت کمک ها اینجا آمده است، خواستار کمک های بیشتر از سوی نهادهای مددرسان و امارت اسلامی است. بسیار خوش هستم، در چیز نداشتم اشتکتا این در پشت بلاکانان جمع میگد. اسپندی میگد دانم بایی میشتن اشتکتا کنیم. ما این رمضان مقصد میشه دیگه خوب است. اینه دیگه که من نه کار است، نه بار، نه غریبی است، بدر نو سر نفوس است، در این نو سر نفوسی ما چی میشه؟ اینه یک ماه ما اکسی پری میشه. کمک برسیندنی هستم اگر چی شوه، بازم که کمک یک چی شوه ما خوش میشیم. بر بنیاد اطلاعات معینیت مبارزه به مواد مخدر وزارت داخله، تا کنون 50,000 گدا از کابل گردآوری شده و از این میان کسانی که مستحق شمرده شود، برایشان کمک های خوراکی و پول نقد توزیع خواهد شد. بانک تنها دو روز با آغاز سال آموزشی 1403 هجری خورشیدی مانده، اما هنوز هم از بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور خبری نیست. برخی از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از امارت اسلامی می‌خواهند تا در سال جدید خورشیدی دروازه مکتب‌ها را برای آنان باز کند. مشگان که دانش آموز صنف دهم بود میگوید هم از سال در روزهای اخیر سال برای رفتن به مکتب آمادگی می گرفت، اما هرچند امسال آمادگی خاص نگرفته است ولی امید دارد تا بتواند به مکتب برود. امیدوار هستیم که تصمیم گرفته شود و دخترای سرزمین از این آینده مبهمه که دارند بیرون شوند. برخی دیگری از دانش آموزان دختر از امارت اسلامی می خواهند تا در سال آموزشی پیش رو برایشان اجازه رفتن و مکتب ها داده شود. خواستم از امارت اسلامی است که دوباره در مکاتب برای ما باز کنه و ما را اجازه بده که از تعلیم کنیم، تحصیل کنیم. ما گفته نداده چه نمی کنم چه شرکی گیم. غالا ما چې موږ مکتب دروازه وازی شي، موږ هم خپل تعلیم ته ادامه ورکړو او خپل درسونه مو وایو. این در حال است که تا اکنون تصمیم نهایی امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب ها بر روی دختران روشن نشده است. مادر بی سواد فرزند بهتر به جامعه تقدیم نمی تواند. بنابراین این محدودیت ها در امنیت اقتصاد کشور در آینده تاثیر مستقیم دارد. روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز از امارت اسلامی خواست تا دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها را بروی بانوان در سال جدید خورشیدی باز کند.
همزمان با ماه رمضان شمار کودکان کارگر در جاده های کابل بیشتر شده است. برخی از آنان میگویند که به علت چالش های اقتصادی ناگزیر هستند که کارهای شاق را انجام دهند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که تلاش می شود تا به کودکان کارگر در کشور کمک های لازم انجام شود. فقر و ناداری در کشور یکی از علتهای پنداشته می شود که سبب شده تا کودکان به کارهای شاق رو بیاورند. از همین رو یحیای 10 ساله از کودکان است که برای کار در یکی از ترمیمگاه های موتر آستین برزده است. اگر نمی چیز باشد همین کشور ما خوب باشد پیش رفته باشد ما چی میکنیم دیجا درس ما رو می خوانیم در چیز زندگی دیگه خوب می باشیم. نمی اقتصاد است که نمی جگشت می گردیم یک لقمنان حلال پیدا کنیم خلاص. به مستریگری کار میکنم، پدرم کارچیوان و پسرای شمالی کار میکنم. اینجا خودم هستم، اینجا مستریگری کار کنم، یک چیز را یاد بگیرم. در همین حال شماره از باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست میخواهند تا برای این کودکان زمینه آموزش را فراهم بسازند. حدود 40 دکان از زیر است، در هر دکان 2 تا 3 تا زیر سن میباشد شاگردای خود زیر سن. یا باید است یا درس بخوانند، تعلیم کنند. برای جلوگیری و کاهش فعالیت های کودکان کار جدای از کمک های مالی باید زیرساخت های آموزشی و فرهنگی در نظر گرفته شود. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که بیش از 25 هزار کودک شاقکار و گدا را از سطح شهر در 2 سال پسین گردآوری کرده و تلاش های آنان همچنان در این باره جریان دارد. تقریبا 15 زره ماشومان دی، دا ماشومان اکثر هغه ماشومان دی چې په خار و کوڅو واټونو کې په شاقه کارونو باندې بوختي یا سوال کوي. د همدې په خاطر باندې د کار و ټولنیزو چارو وزارت د یاد ماشومانو تشخیص و تثبیت کړی کوم ماشومان چې مستحق و بیوزله و د هغو لپاره د سری میاشتې ټولنې له لارې مرستې شوي دي. این در حالی است که پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود که میزان کودکان کارگر در افغانستان در مقایسه با سال پار 38% افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. وزارت معدن و پترولیم میگوید که در سال جاری خورشیدی قرارداد نزدیک به 15 معدن بزرگ با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید که در سال 1402 خورشیدی قرارداد 15 معدن را به ارزش نزدیک به 8 میلیارد دلار به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کردند. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که سرمایه گذاران کشورهای ترکیه، قطر، چین، ایران و یک شرکت بریتانیایی عملاً قراردادهای به منظور استخراج معدن انجام دادند. بر بنیاد اطلاعات این وزارت 60 معدن به مقیاس کوچک نیز به ارزش 4 تا 5 میلیارد افغانی با شرکت های داخلی قرارداد شده است. علاقمندی سرمایه گذاری خارجی بیش از هر وقت زیاد شده و در سال گذشته ما شاهد بیشترین دیدارها و ملاقات های سرمایه گذاری خارجی بودیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید می‌ورزد که باید اوایدی که از استخراج معدن به دست می آید روی پروژه های زیربنایی هزینه شود. هیله میده چې په معدنو کې د پوره احتیاط، دقت، ځیرکتیا او هوش څخه او اوسنی شرایطو ته جهانی او د افغانستان شرایطو ته په نظر کې نیولو سره باید د هغه څخه کار واخیستل سي. در حال حاضر پروژه های بزرگ از جمله استخراج معدن مس عینک، تاپی و استخراج نفت قشقری از مهمترین پروژه های اند که تنها کار روی استخراج نفت قشقری آغاز شده است. از مثل این گرفته تا استخراج نفت افغانستان، پروژه تاپی و دیگه پروژه های اقتصادی کارا جریان دارد، تلاش جریان دارد. در صورت که پروژه ها عملی شود افغانستان به یک ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد رسید. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، وزارت معدن و پترولیم همواره اطمینان داده که معدن به گونه قانونی و شفاف استخراج می شود. و رسیدیم به پایان خبر 6. با بقیه برنامه های طلوع و طلوع نیوز باشید. وقت بر همه شما خوش.